د بخون کې مهربانه خدای په نامه قدرمن لیدونکو سلام د سولې خبرونه ته خرغلس په دغه خبرونه کې د سولې په تړاو په اړوند موضوعاتو باندې بحث کوو. امریکا د دوو امریکایي او استرالیایي پروفیسورانو د خوشی کېدو په بدل کې د انس حقانی او حافظ رشید په خوشی کېدو هوکړه کړې ده. ځینې سیاسي چیرې باور لري چې دا هوکړه د دواړو خواو ترمنځ باور فضا رامنځته کولو لپاره کیږي څو د مذاکراتو بل پړاو مخته یوړل شي. افغان حکومت د انس حقانی د خوشی کېدو پر سر د هوکړې ادعا ردوي. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د سولې خبرې به له هغه ځایه چې ډونالډ ټرمپ درولې وي پیل شي. په دې اړه پام وکړئ، چمتو کړئ رپورټ ته وروسته به پې بحث وکړو. د افغانستان په جنگي جغرافیه کې د انس حقانی د بیا حضور خطر. طالبان او امریکا ظاهراً غواړي چې د سولې خبرې بیا له سره پیل کړي. د ډیرو په باور د خبرو بیا پیل د دواړو خواوو ترمنځ د باور فضا جوړولو ته اړتیا لري. ویل کېږي د دې لپاره چې امریکا او طالبان پر یو بل ډیر باور وکړي، هوکړه کړې چې د حقانی شبکې دوه جګپوړي غړي انس حقانی او حافظ رشید له دوو امریکایي او استرالیایي پروفیسورانو سره تبادله شي. د بندیانو د خوشې کولو هوکړه چې تایید شوې ده، توافق صورت گرفته بین ایالات متحده امریکا و طالبان که از این طرف، از طرف امریکایی‌ها انس حقانی و حافظ رشید احمد رها شوند و از طرف طالبان اونا دو پروفیسر امریکایی را رها کنند. لټاکنو وروسته د سولې خبرې د ارګ د پاموړ مسأله ده، خو په دې معنی نه ده چې حکومت د طالبانو غوښتنو ته غاړه کېږدي. ولسمشرۍ مڼۍ وایي انس حقانی د ملي امنیت ځواکونو په بند کې دی او د خوشې کولو لپاره هېڅ هوکړه نه ده شوې. سیاست ما و تصمیم ما برای زندانی هایی که نزد حکومت افغانستان است هیچ تغییر نکرده و قرار نیست که تغییر هم بکنه. مسئله آزادی انس حقانی و هیچ تصمیم را حکومت افغانستان نداره که این شخص آزاد شود. طالبان تر انګلیز ځینو سرچینو ویلي د سولې خبرو کې بندون راغلی وو، خو دا بهیر په بشپړ ډول درېدلی نه وو او د طالبانو او امریکایانو ترمنځ پټې خبرې روانې وې. دوی وایي خبرې له کوم ځایه چې درېدلي بېرته له سره پیلېږي. جایی که مذاکرات ختم شده بود اما از همان جا آغاز میشه و به یک توافق نهایی طرفین قضیه میرسن. بعدا موضوع میمانه بین افغانا که افغانا به چی توافق میرسن. د امریکا او طالبانو خبرې برخلیک ټاکونکي اعلی ته رسیدلې وې، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا بهیر لغوه کړ. تازه بهرنۍ رسنۍ وایي د سولې خبرې پیلېږي او په یو یا دوه پړاوه خبرو کې به له طالبانو سره د امریکا هوکړه لاسلیک شي. تمکیږو په همدغه موضوع باندې غواړو بحث وکړو. په سټوډیو کې الما سره عبدالشکور سالنګي د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی او نذیر احمد احمدزی د ولسي جرګې پخوانی غړی د شپلما سره په سټوډیو کې دي او له دوی سره بحث کوم. تاسو خره غلاس وای ډیره مننه کوله. تاسو هم احمدزی صاحب شروع تاسو سره ګرځو. د هغه وروسته چې په قطر کې له نهو پړاو مذاکراتو وروسته د هغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ټرمپ په یوه ټویټ سره وشو کولی چې د خغلی خلیلزاد ټولې هڅې په اوبو لهو کړي. البته ظاهرا داسې ښکاره کېدو چې اوس طالبان وایي موږ پټې خبرې زموږ پټې خبرې له هماغه وخت راهیسې دوام درلوده. آیا دا ځل شونې ده چې د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل شي؟ محترم سالنګي صاحب ته تاسو او لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کېږدي. په دې مورد کې اکثره وخت موږ تاسو په دې باندې بحث مخکې هم درلوده او د سولې موږ افغانانو دا درد لیدلی ده که په نړیواله سطحه هر مملکت کې صلح راځي او یووالی راځي موږ د هغو په خوامنې ملاتړ کړی اوس هم کوو. راځو د موږ بین الافغاني خبرې یا د افغانانو له طالبانو سره د صلحې اکثره وخت موږ دغه نظریاتو کې هم ویلیدي چې تر څو پورې افغان ولس یا د ولس نمایندګان یا د موږ حکومت په دې کې شامل نه وي د قطر خبرې د افغانستان لپاره کومه هغه نه لري چې هغه هیله او امیدونه چې موږ افغانان لرو چې هغې ته به موږ کې ورسېږو. داسې له هغه وخت نه دا خبرې دغه رقم ته افغانان یو سایډ ته ساتل شوي وو د امریکا او د طالبانو ترمنځ روانې وي. نو یو مشکل کې پیدا شو او دا مشکل هم داسې نه و چې امریکا دومره هغه چې شپږ میاشتې په یو څه باندې خواري وکړي او لاسه یې ورکړي. په دې کې هم د دوی خپل هدف و په څنګ کې ضرر یا هدف دا و چې دوی نور څه غوښتل په افغانستان کې، خو هغه دلته د موږ مشرتابه برکت به وو یا د افغانانو د بعضې دوستانو چې د هغوی نه زه مننه کوم چې هغه بعضې برنامې وهغه هلته خونڅه سولې مثلا څه ډول غوښتنې امریکا درلودې چې په دغه برخه کې تطبیق کړي د طالبانو په واسطه؟ امریکا داسې غوښتل چې هر څه د دوی چې څه غواړي هغه هلته په افغانستان کې موږ باندې تعمیل کړي او هغې لپاره موږ افغانان تیار نه وو، ځکه موږ افغانان
هغه څه چې مونږ په پویګو څه رقم ته مونږ سوله وکړو، ځکه د سولې خلک مونږ یو. افغانان دغه جرګه مرکه له افغانانو نه خلکو زده کړې نور هیوادونو، نو په دې کې مانې مونږ بهتره پویګو، ځکه چې مونږ دلته درمند یو، دلته مونږ له تلفاتو سره یا نور مشکلاتو سره مواجه یو. د مونږ او د امریکایانو ترمنځ په دغه خبرو باندې لږ څه مشکلات منځته راغلي، خو اوس هغه هم سره حل شول، ځکه دوی خپله اشتباه ومنله چې بغیر له افغان حکومت نه، له افغان ولس نه، مونږ په تنهایي نه شو کولی چې سولې ته ځان ورسوو. هماغه و چې اوس بیرته بیا خبرو ته لاره هواره سوې ده او خبرې شروع کیږي د لنډ وخت کې. خو له هغې نه مونږ ته مهم به بین الافغاني خبرې دي چې په هغې کې مونږ سره تعهد سوی چې په لنډ وخت کې به انشاءالله تعالی بین الافغاني خبرې هم شروع کیږي. او خاصه توګه باندې زه رئیس جمهور ته مننه کوم، ځکه چې ما اول د سره ناسته او دغه وظیفه یې مونږ ته وسپارله چې تاسو به خاص په صلح باندې کار کوئ. یعنې دغه اوس مونږ لګیا یو له دوستانو سره، له مشرانو سره. په افغانستان کې مونږ ته مهمه دا ده چې یو ملي اجماع مونږ منځته راوړو، په دې کې ټول سیاسیون که اوس په عذابو کې، که مختلف کاندیدان دي، تر څو پورې د سولې لپاره مونږ یو موافق نظر ونه لرو، د هغو پورې مونږ نشو کولی چې خپل هدف ته ورسېږو. همدغه رقم ته به مونږ خپل امتیازات یا د مونږ کوم څه لاسته راوړنې چې د هغو کریډیټ به نور خلک اخلي. د دې وجه هم دا ده چې مونږ خپل منځ بي اتفاقي و د مونږ سیاسي نظر به مونږ څه ډول ترلاسه کړو. د سولې مشورتي لویه جرګه هم په همدې مفهوم باندې ترسره شوه، اما تاسو یې پایلې وکتله چې اخر کې ټولو هوکړه وکړه، ما هر څوک به خپلې غوښتنې مطرح کولې، هر د سیاسیونو تاسو وکتل چې یو یو څه ویل، بلبل څه ویل، څوک د ټاکنو په اړه، څوک د موقت حکومت په اړه، او هر څوک په خپله لاره باندې روانه. واقعا د کې شک نشته، لکه دا مخکې ما خبره وکړه چې ملي اجماع د مونږ هیله له ټولو سیاسیونو نه دا ده چې د سولې په مورد باندې باید یو واحد نظر مونږ ولرو. سوله نه د یو قوم لپاره ده، نه د یوې ژبې لپاره ده، نه د یو سمت لپاره ده، دا د ټول افغانستان لپاره ده او د ټولو اتباعو لپاره ده. نو دې کې د مونږ کوم هغه نشته ده، دا د مونږ تاسو شریکه ملي پروسه ده، په دې کې باید ټول ملي نظر ولري. یعنې شخصي نظریات مختلف دي، سالنګي صاحب یو نظر دي، ما به بلې، دا شخصي کې راځي. ملي نظر چې سو ملي ګټې سولې هغه د مونږ مشترکې دي، په هغې کې باید مونږ ملي نظر ولرو تر څو پورې چې افغانان د مونږ سیاسیون په یو ملي اجماع باندې په یو نظر باندې توافق ونه کړي. همیشه به دغه رقم ته مونږ د خپل هر څه کړنې له لاسه ورکوو او امتیازات به نور اخلي. تاسو پورې مونږ څه ډول وو؟ آیا مونږ خپلو شخصي ګټو ته پام نه کوو؟ شخصي ګټې مونږ ته اولویت نه درلودې تر اوسه پورې؟ واقعا د کې شک نشته که شخصي ګټې نه وای، ولې به دې حالات ته مونږ رسیدو چې طالب راسي هغه اوس دومره کریډیټ اخلي چې په نړیوال سفرونه دوی کوي، ډیپلوماتیک دوی ته هغه کېږي، دوی چې کوم هېواد ته ځي هلته په هغه سطح باندې لکه د یو حکومت په سطح دوی نه پذیرایي کېږي. نو دغه ټول د مونږ په اتفاقي وجې وه. که چېرته مونږ وحدت درلودلی، د مونږ سیاسیون په یو لاره وای، هېڅکله دغه امتیاز هغوی نه سو اخیستلی. په دې کې د مونږ سیاسیون حکومت دواړو ته زه وایم چې هغه اشتباهات چې مخکې تکرار شوي باید په لنډ وخت کې نور تکرار نه کړي. د سولې په مورد باندې باید یو واحد نظر مونږ ولرو، ټول اقوام، ټول ورونه، ټول سیاسیون، ټول عذاب، ځکه دا یو ملي پروسه ده. او که چیرې اوس هم مونږ شخصي اغراض دلته کې استعمالوو، نو بیا هم دغه پروسه به د مونږ په ضرر او د نورو په پایده باندې. مننه کوم احمد زای صاحب. خالد سالنګي، تاسو سره ګرځو، فکر کوئ چې د خالی عرس حقانی او حافظ رشید تبادله به د افغانستان د سولې لپاره د بیا پای لپاره یو ښه ګزینه واوسي چې موږ بیا هم وشو کولی چې د سولې پروسه له سره له وسله والو طالبانو سره پیل کړو چې اوس امریکا دا تصمیم نیولې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میترم خدمت شما جناب وکیل صاحب، دوست زیما جناب میسم صاحب و همکاران شما و همینطور بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز. خب ما یک بار شاهد هستیم که حکومت افغانستان، شخص رئیس جمهور، یک بسته پیشنهادی برای که طالب ها حاضر به مذاکره شوند را کردن و در او بسته مزایای خیلی زیادی برای طالب ها ارائه می شد که اگر حاضر به مذاکره می بودن طبیعتا می تونستن از اون مزایا برخوردار شوند که شاید احتمالا در آینده در مذاکرات بعدی که با امریکا باشه برکز دیگری به او چیزا دست پیدا نکنند. ولی خب طالبا حاضر به مذاکره نشدند و پروسه از جای آغاز شد که اصلا دولت افغانستان، حکومت افغانستان، مردم افغانستان، خلاصه هیچ کس در افغانستان کوچکترین آگاهی از جزئیات، از محتوا و از او چیزی که بالاش بحث میشد نداشتند. همگی تیری در هوا در تاریکی رها میکردیم، یک چیزی میگفتیم و آخرش هم که همگی باور داشتند که شاید فردا یا پس فردا حتی در 28% احتمال بود که ما هم یک برنامه داشت خدمت شما بودیم، گفتند که در 28% امضا میشه توافقنامه صلح با طالبان. طالبان گویا با این
به اصطلاح مفروض که ما در 28 اسد 100 سال پیش انگلیس ها را از کشور راندیم، باز امریکایی ها را میرانیم، یعنی برای خودشان یک به اصطلاح وجهه چی در نظر بگیرن. از طرف امریکایی ها هم خیلی به این مسائل توجه ندارن، فقط آنچه که به اونا خیلی اهمیت داره نتیجه است که به دست میارن. خب ما یک پرستیج برای خودمون قائل هستیم، دوست داریم او حفظ شود، شاید امریکایی ها نباشند دنبال چنین پرستیجی. به هر صورت باز هم همگی باور داشتیم که امضا میشه، دیدیم که آقای ترامپ به یک توییت لغو کرد مذاکرات و بهانه‌اش هم کشته شدن عسکر آمریکایی بود که حالا معلوم نیست این عسکر کی کشته بود، در کجا کشته بود. حالا طالبان گفتن ما این کار انجام دادیم. بالاخره اگر ما منطقی فکر بکنیم، طالبان در آستانه یک بک توافق برسن، چرا کاری بکنن که به اصطلاح از یک امتیاز محروم شوند؟ یا شاید هم طالبان برنامه دیگری داشتن، میخواستن امتیاز بیشتری بگیرن با اینکه قطع شوند مذاکرات از طرف آمریکا، ولی باز هم این محاسباتشان میتونه به اصطلاح نتایج مختلفی داشته باشه. شاید آقای ترامپ ادامه میداد مذاکرات یا نمیداد. بالاخره هر چی که بود قضیه لاینحل ماند و مذاکرات متوقف شد. حالی که دوباره قرار است آغاز شود که باید آغاز شود، من خدمت شما یک بحث ارائه بکنم که آمریکایی ها با دو بحران در افغانستان مواجه هستند. بیشتر جناب وکیل صاحب بخشای از زور اشاراتی داشتند که من میخوام مفصل‌تر رو خدمت شما عرض بکنم. بحران اول بحران درونی است که برای آمریکایی ها خیلی مهمتر است، خیلی رنجاور است، خیلی آزاردهنده است. او بحران عناصر و سازندگان همین نظام به اصطلاح از اینا بیرون میشه. شما تصور بکنید که آمریکایی ها هم انتخابات ما را، شما بیشتر باز داشتین، یک دوستی بود میگفت که سفرا نباید برن، خوب است. سفرا در یک کشور وظیفه اصلیشان در لایحه وظایفشان است که باید منافع کشور خودشان را از راه‌های مشروع در کشور ثانی تأمین بکنند، نه که در امورات داخلی از اونها مداخله بکنند. ولی خب حالا وضعیت ما به گونه است که میان همگی مدعا از سفیر ایران گرفته تا سفیر آمریکا، یک سیالی هم شده در این وسط که هر کسی باید بیا یک دیداری بکنه، حتی از جای بسیار حساس مانند سروان مرکزی و اینا. بر صورتش حالا که قرار است آمریکایی‌ها اگر همین انتخابات با حال خود رها بکنند، محتمل ترین نتیجه که در ذهن ما میرسه است که یک بحران دیگری میافت نه انتخابات. یکی میگه آرای بایومتریک باشه، یکی میگه نباشه، بالاخره هزار یک گپ میکشن که اگر قرار بشه که همگی بپذیریم که فلان آدم 60% رای گرفته، رقیبش که بفهمه این کار شده باز نمیپذیره. چیزی است که در افغانستان روال از دیگه عادی شده. از این جهت آمریکا این بحران رو میخوان حل بکنن. این بحران وجوه مختلفی داره. یک وجه از این امی عدم بی‌ثباتی در عدم انسجام در بین عناصر سازندگان این نظام است که آمریکا را واقعا رنج میدن. بالاخره آمریکایی‌ها کی را بیارن که واقعا این مملکت جمع شود؟ سر دوم از این بحران فسادی است. فسادی است که هر چی پول آمریکا مصرف میکنن مثل موریانه هیچ معلوم نمیشه که چی شده، ولی از بین میره. خب بالاخره آمریکا برای خود حساب و کتاب دارن در داخل آمریکا، وجود مردم آمریکا نظارت میکنه بر مخارج آمریکا، پیسه را کجا میره. اینجا باری نیست که لاین حل برای قضیه معلوم نشه. از اون خاطر آمریکا میخوان این بحران را جمع بکنن. جمع کردن این بحران در گرو جمع کردن اون بحرانی است که در بیرون وجود داره، یعنی اون بحرانی که از بیرون است. یک تعداد میگه که خب آمریکا افغانستان بحرانش دو وجه داره، که وجه داخلی است که وجه بیرونی است. اونا بیشتر بر طالب تمرکز دارن. طالب هر چی که هست بر هر هدف و انگیزه و به اصطلاح مقصدی که جنگ میکنه، بالاخره جنگ میکنه. طالب افغانی است، ولی خب پولش دیگران میتن. هر جنگی در دنیا چنین چیزی بوده، هر جنگی در دنیا حامیانی داشته از بیرون. میتونید که تنها مثلا مخصوص ما باشه. در گذشته هم در افغانستان چنین چیزی بوده، در آینده هم در جای دیگر خواهد بود. از این جهت این بحرانی را که فعلا در داخل وجود داره، این بحران در گرو حل کردن از اون بحران دیگری است که آمریکایی ها در دو جبهه باید بجنگن. یکی در داخل باید اجازه ندن که اینجا بحران خلق شود، به بی‌ثباتی کشور بره. یکی هم که جلو طالب بگیرن که مثلا این دولت سقوط نده. از این خاطر وقتی که اینا بخواید حل بکنن، باید حکم قیمت بنده دغه بحران و حل. ببینید ما پرداخته نمیتونیم قیمتا، ما واقعا چیزی در بساط نداریم که برای طالب بپردازیم که حل شود بحران ما، یا حداقل در داخل بپردازیم که حل شود. پیشتر وکیل صاحب گفتن خب باید چنین باشه که نیست. واقعا ما انسجام نداریم. شما ببینید، عرض کردم خدمت شما، اگر از این چند دونه کاندیدایی که برتر هستن در صدر لیست هستن بفهمن واقعا که فلان آدم رای 60% است، قبول نمیکنن قبول. خب این نمیفهم که علت از این چی است. بالاخره وضعیت ما همین رقم بوده، از فعلا که هست، گذشتهش خیلی دورش، من نمیفهم. از این خاطر آمریکایی ها بهایی را که میپردازن، این بها از ما هست که در توان پرداختن ما نیست، ولی از توان از اونها هست. یعنی انا سقانی را آزاد بکنن، نمیفهم یک کس دیگر آزاد بکنن. یعنی بالاخره تا کولی شي چې بدیل و وسید د دویم پړاو د فایل لپاره به بدیل نمیتونه باشه، ولی حداقل آمریکایی ها برای ازی که البته شاید تاکید طالبان، من پیشتر خودم عرض کردم که طالب ها
از ای که آمریکای حاضر به مذاکره شدن، چون از سال 2009 به این طرف گزارش های خیلی زیادی وجود داره و وکیل صاحب شاید بیشتر از ما در جریان باشه که طالب ها چندین بار به دولت افغانستان مراجعه کردن که ما مذاکره میکنیم، دولت افغانستان به اشاره آمریکا حاضر به مذاکره نشد. حتی با آقای کرزی در چی هم در ترکیه هم گفته شده بوده، بالاخره در جای دیگه ملا برادر چندین بار نامه رای کرده اینا. ولی حالا که آمریکایی‌ها حاضر به مذاکره هستن یا حاضر به حل بحران هستن، طالب‌ها دستشون بالاتر شده. وقتی که دستشون بالاتر شده، امتیازات بیشتری میگیرن، امتیازات بیشتری میگیرن. این امتیازات هم میتونه آزادی افراد کلیدی از اینا باشه که خودشان یک جایگاه برتر برای مثلا برای طالب‌ها، برای پیروانشان و برای حامیانشان ایجاد میکنه. چون آمریکایی‌ها میگن طالب‌ها، چون انس حقانی فعلا در بند دولت افغانستان است، به زعم طالبان در بند آمریکایی هاست، صلاحیت آزاد کردنش و محاکمه کردنش پیش آمریکایی هاست، چون دولت افغانستان اونا حساب نمی کنن. دولت افغانستان بالاخره مامور آمریکایی ها میدانن طالب ها، حالا این باشه یا نباشه بس جداگانه است. از این جهت آمریکایی ها هر خواستی را که طالب بپذیره که این دو تا بحران حل شود، یا حداقل میزان آسیب پذیری آمریکا از این دو تا بحران کاهش پیدا بکنه، چون آمریکا در پی خروج از افغانستان است. اگر باشه اینجا بحران سالنگی صاحب دازل کچری د افغانستان د خلکو د رای او پاس از باندې ولسمشر وټاکل شي، دغه وجه چې ووس توجیه چې وسلوال طالبان یې کوي چې افغان حکومت و د ملي اولی حکومت مشروعیت نه لري او د امریکا لاسپوسې هیواد دی او دوی له خوا درامسته شوی، دغه توجیه هم منځزي فکر کوي دازل بعد سولې په خبرو کې افغان حکومت په کوم ځای کې ببینید. شما حالا از طالبا گفتین، خب ما نمیتونم چیزی را در ذهن طالبا باشه بگم، ولی چیزی که برداشت میکنم از طالبها و همگی ما برداشت داریم تقریبا 15 16 سال است که میشنویم، این است که طالبها میگن که اگر آمریکا نباشه این نظام وجود نداره، انتخاباتش وجود نمیداشته باشه، اصلا پروسه هایی را که این نظام برگزار میکنه به حمایت آمریکایی است، پس اصل آمریکایی هستن، کارهایی را که اینجا انجام میدن آمریکایی هستن که ظاهر سازی میکنن برای اینکه بالاخره اینجا حکومتی وجود داره. یعنی این صحبت طالب هاست، ما هم واقعا نتونستیم نشان بدیم که نه، ما یک مردم به اصطلاح خود مختار هستیم، اراده ما معطوف به صلاحیت خود ما است، خود ما مثلا تصمیم بگیریم که یک آدم آزاد کنیم آزاد نکنیم یا با طالب مذاکره کنیم. این رفتار دولت، رفتار نوسان دولت، منازعه که در درون دولت بر سر قدرت وجود داره، خب این موضوع طالبان را تقریبا وقت بجانتر نشان میده نسبت به ما. از این جهت امریکا طالب ها میگن که ولو که هر پروسه در افغانستان شک بگیره که آمریکا در اونجا باشه، این پروسه آمریکایی است، آمریکا برای پروسه ملی باشه ما قبول داریم. این چیزی که طالب ها ما شنیدیم در اعلامیه‌شون و در موازیشون میگن، ولی کل مسئله اینم نمیتونه باشه. یعنی ما پروسه های ملی داریم، مردم میره رای میده، مثلا یکی میره با آقای اشرف غنی میده که با آقای عبدالله رای میده، یکی میره با آقای حکمتیار رای میده. اگر طالب هم میومد به طالب ها هم به رهبرانشون مردم رای میدادن. خب بالاخره آقای حکمتیار هم 3-4 سال پیش به اصطلاح در صف طالب ها بود، یعنی از مخالفین دولت حساب میشد. مردم افغانستان پروسه را که از بیرون کمک مادی میگیره او را برام اندازن، این به معنی نیست که پروسه واقعا بیرونی باشه. خب ما نیازمند کمک‌های بیرونی داریم، خب تحت یک شرایطی کمک‌ها را می‌پذیریم. ولی طالب وقتی که پای خود اردو پای خود یک موزه می‌کنه، این بیشتر نیازمندی آمریکا را طالبات درک کردن و ضعف ما را، ضعف ما برای که ما نمیتونیم واقعا طالب یا در میدان جنگ شکست بدیم یا واداره به مذاکره بسازیم، و نیازمندی آمریکایی است که باید تو بحران حل بسازن، بالاخره آسیب پذیری خود از افغانستان کاهش بدن. وقتی که چنین فضایی وجود داشته باشه، طالب تهیج میشه برای اینکه خواستای خود بالاتر مطرح بکنه، ورای دولت افغانستان مطرح بکنه، تا بالاخره چیزی را که به دست میاره او چیز نه از طرف دولت افغانستان، بلکه از طرف یک کسی دیگری داده شود که سبا روز برای طالب گفته نشه که مثلا شما آمدین با دولت مذاکره کردین. ببینید بعض اشتباهات ما داریم، همین آقای که فعلا معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز، همین آدم چندین بار گفت که تسلیمی، با آقای حکمتیار تسلیمی گفت. خب یک نفر وقتی که جرأت کرد سالای خود بر زمین ماند، آمد در پلی مردم نشست، و اگر او دو سال، یعنی تقریبا دو سه سال میشه که آقای مهتار آمده در کابل، دو سال اگر دمی حال فرض کنید یک سالش بیرون می بود، یک نفرم از طرف از اینا آسیب میدید، خب کی میتونه جبران بکنه خسارت از اون، یک نفر کشته میشد. ولی شما ای مثلا طعنه بتی که تسلیمی. خب وقتی طالب میمیره که حکمتیار رفته برای تسلیمی میگن، خوش شاد برای ما میگن. از اون خاطر طالب ها در یک وضعیت میان که با دولت افغانستان، با عناصر سازنده دولت امتیازشون مساوی باشه. یعنی اگر آمریکا حاضر شوه که امتیاز برای طالب بده که اون امتیاز مساوی با تمام عناصر سازنده نظام باشه، طالب میاد در مثلا صلح میکنه. در غیر صورت در چادر حکومت نمیتونه صلح بکنه. یکی حالا انتخابات برگزار شد، آمریکایی‌ها آمدن مثلا پروسه مذاکره را
متوقف کردن انتخابات برگزار شاید یک طرفندی باشه که از طرف خود آمریکایی‌ها به اصطلاح روی دست گرفته شده باشه که یک نتیجه مثلا مبهمی را که هیچ کس قبول نداره باشه که حکومت موقتی بیا که در حکومت طالب هم گنجان یعنی باشه یعنی ده پلان لمخه پر مخصی میتونه یک پلان باشه یعنی اگر یا که آمریکایی‌ها از کسی تضمین بگیرن که شما رو ما رئیس جمهور می‌سازیم در صورتی که توافقنامه صلح با طالبا امضا بکنید حتی حکومت فرو بپاشنید در صورتی که مثلا شما به عنوان رئیس حکومت موقت انتخاب شوید یعنی سناریوهای مختلف قابل پیش بینی هست که کدامش واقعا تحقق میپذیره اون نظر به تعاملی است که آمریکا با طالب و با حکومتی را که احتمالاً از انتخابات بیرون میشه داشته باشند. مننه سالنگی صاحب. امید بایسام د اجرایی ریاست د وهم راسیال د شپل مصر په استودیو کې دی دوی سره هم بحث کوو د دوی نظریات هم غواړو واخلو. مایسام صاحب شروع کې ورځو د خغلی سالنگی وی پښتنې ته چې دوی ویلې چې وسلوال طالبان څو ځلې افغان حکومت ته مراجعه کړې ده اما افغان حکومت د امریکا په اشاره سره وسلوالو طالبانو سره مذاکره ونه کړه. څو ځلې وسلوال طالبان افغان حکومت ته مراجعه کړې چې تاسو یې دغوی بسم الله الرحمن الرحیم با سلام درود خدمت شما جناب وکیل و سالنگی صاحب شب همه بخیر من فکر میکنم که در ارتباط به رسیدن به صلح و ثبات از راه مذاکره و گفتگو از جانب دولت و مردم افغانستان هیچ گونه مشکل وجود نداشته و وجود نداره به این معنی که یک دیدگاه بسیار روشن در این طرفی جنگ وجود داره آقای سالنگی و وکیل صاحب نام اشاره کردن که برغم مشکلاتی که وجود داشته بالاخره ما حکومت وحدت ملی شاهد فراز و فرودخان بوده اما در حوزه صلح گامای قابل توجه برداشته شد ما حداقل از این طرف یک برنامه جامع را برای اولین بار در فصل نوین تقدیم طالبا کردیم ما بارها از اونا خواهش کردیم که بین وارد فاز گفتگو مذاکره شوند ما از اونا خواستیم که جنگ راه حل نیست یک کنیم ده هست که متاسفانه یا بیشتر از او که در فصل نوین که مردم افغانستان نظام دموکراتیک را تجربه میکنه اونا در جنگ و ستیز هستن به هیچ یک از خواسته های استراتژیکشان نرسیدن و میخواستن که ولایت های مشخص سقوط کنه تحت تسلط داشته باشه میخواستن که حکومت کاملا سقوط بده حداقل دو سال قبل ما طالبا پلان های را داشتن اما مردم مقاومت نشان دادن دولت همکاران بین‌المللی ما ای به این معناست که مردم افغانستان دولت همکاران به ایمدلی ما از ارزش های پسین پاسداری میکنن رای حل است که اونا به عنوان یک افغان بیاین از این بیشتر منجر به تبایی و مشکلات مردم نشوند بیاین وارد بحث و گفتگو شو هر خواسته از اونا که عینیت با واقعیت های موجود کشور ما داشته باشه قابل بحث است طالبان که جنگ میکنن مطالبات خاصه هایی داره خاصه هایی که او در جامعه زمینه پذیرش داشته باشه خواسته هایی که با واقعیت های افغانستان نوین سر سازگاری داشته باشه طبیعی است که او قابل بحث است از این جانب میشه که بحث شوه و تا حد امکان خواسته هایی که او از در تضاد با منافع ملی افغانستان مصلحت اولیا و امنیت ملی کشور نباشه طبیعی است که او قابل پذیرش است اما در زمان ما وارد مذاکره میتونیم شویم و مذاکره میتونه نتیجه بخش باشه که انعطاف و حسن نیت در هر دو طرف جنگ وجود داشته باشه در بین متخاصمین وجود داشته باشه ما به مراتب بارها و بارها از جانب دولت جانب مردم افغانستان انعطاف نشان دادیم تلاش کردیم که اونا رو وادار بسازیم که به وارد فاز گفتگو شوه مسیری را که اونا برای خشونت و اکراه و اجبار 15 کلن دوره که تو زلی وسلوال طالبان مراجعه کرید تصور سر مذاکره نهی کرده من فکر میکنم بحث آقای سالنگی برمیگرده به سالهای بسیار قبل در دوران آقای کرزی سالهای شاید 2004 و 5 یا پس از او که آرام آرام طالبا شکل گرفتن بحثای مطرح شد که مذاکره صورت بگیره در دوران حکومت وحدت ملی ما شاهد از این نبودیم که گویا طالبا چراغ سبز نشان داده باشه که ما مذاکره میکنیم و مشکل هم همین بوده چرا ما تا هنوز وارد دیالوگ و گفتگو نشدیم یکی از عوامل بسیار بسیار جدی طبعا اما موقف سختگیرانه طالبا است حقوق غواره چی جگره کوی حقوق غواره چی خشونت لاری اما دیگه آیا موږ ورته واقعا افغان حکومت ورته آمادگی درلودی آیا د اجرایی ریاست او افغان حکومت لیدلوری دوه رنګه نه وو
مونږ یو واضح لیدلوری درلود، اوس هم واضح برنامه لرو، واضح پروګرام لرو. اجرایه رئیس، د هیواد اجرایه رئیس مخکې وار وار اشاره کړې ده، هغه وخت چې واقعي باثباته با عزت سوله په افغانستان رامنځته شي، زه حاضر یم چې قرباني ورکوم. دا په دې معنی ده چې مونږ حاضر یو، مونږ غواړو افغانستان خلک سوله غواړي، د افغانستان دولت سوله غواړي. مونږ د یو مسؤول دولت په توګه دا درکو چې جګړه د افغانستان بدبختی راولي، د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابیږي، امنیتی وضعیت خرابیږي، فرهنګي وضعیت خرابیږي. مونږ نشو کولای چې ښه ګامونه پرمختګ په لاره پورته کوو. دا په دې معنی ده چې دلته چمتووالی شتون لري، مونږ آماده یو. مسله دا ده چې هغوی په خواشنۍ سره په کلکه موقف باندې ولاړ دی. هغوی غواړي چې مونږ د خشونت له لارې په خپل وختنه ورسیږو. یو ځل بیا د دولت په استازیتوب کې طالبانو ته غواړم هغوی باندې غږ کوم چې راځئ افغانانو په افغانان یو افغاني دیالوګ پیل شي. هغه وختونه چې هغوی لري په افغاني د بین الافغاني دیالوګ دا واضح خبره ده چې په قطر کې باندې بس کو خبره ل لارې په یو نتیجه کې ورسیږو. مایسم صاحب، په قطر کې نه پړاو خبرې اترې چې تر سره شوې، یو غوښتنه شاید ظاهران د وسلوالو طالبانو هم دا و چې ټاکنې باید وځنډول شي. ولی افغان حکومت په دې برخه کې د اجرایه ریاست دریز یو څه و، د افغان حکومت دریز بل څه و. تاسو ویلې چې موږ واحد لیدلوری د سولې د پروسې په برخه کې لرو، اما په دې برخه کې ستاسو دریز کاملا متفاوت و. ببینین، بیم صادقانه با مردم افغانستان بحث مطرح کنیم. طالبا شاید ایر خواستن غیر مستقیم گفتن که انتخابات به تعویق بره، اما به تعویق رفتن انتخابات ما حداقل یک علایمی از یک انعطاف و یک نشانه از خوشبینی و امنیت خیر طالبان مردم افغانستان و دولت باید میدید. اونا یک نشانه از خود نشان میداد که واقعا طرفدار صلح هستن، آتش بس میکردن. من مطمئن هستم که اگر آتش بس صورت میگرفت و طالبان جدا میامد مسئله صلح مطرح میکرد، طبیعی ممکن است که دولت افغانستان انعطاف نشان میداد. اما سر از او هم انتخابات به تقریبا به حد کافی به تاخیر افتاد. بالاخره وقتی ما شاهد کدام علایم و نشانه ای که حسن نیت طالبان را نشان بده و ما را مطمئن بسازه که طالبان آماده عزیز که واقعا برای رسیدن به یک صلح باثبات پایدار و با عزت آماده غزن در تکنه در تر سرکی دو زن پا دی مانا نو چه در سولی در پروسی لپاره و در تکنه در زندی دو نیتا در سولی در پروسی لپاره نو و در تکنه در کمیسیون در تخنیکی سوند و لعمله و دوی در مدیریت لپاره. ما اشاره وکرله که اغوی بخواشانه سر بیا یو زل بیا یو زل اغوی دا ویل او ویل چی منش حاضریو چی مذاکره وکو دا بین الافغانی دیالوگ تا پیل وکو. بله مسئله دا و خشونت روان و چودن روان و جګړه روان وو د ټول د افغانستان بیلابیل سیمو ته. دا په دې معنی وو چې هغوی کلکه اراده نه لري چې افغانان سره کینی او مونږ خبرې اترې له لارې په یو نتیجه کې رسیږو. اوس هم چې طالبان غواړي، زه فکر کوم زمینه برابره ده. هر کله چې طالبان غواړي مونږ آماده یو چې هغوی سره کینو د یو مسؤول حکومت په توګه. مونږ پوهیږو چې د سولې ټینګښت د افغانستان یو ملي غوښتنه ده، یو ملي ضرورت ده. مونږ چمتووالی لرو چې هغوی سره کینو خبرې اترې وکړو. ډېره مننه میسام صاحب. ډېرو قدرمن لیدونکو، اوس هم لنډه دمه، تر لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. خپرونې ته هم دوام ورکوو. احمد زین صاحب، تاسو بیا هم راګرځم. افغان حکومت د سولې په پروسه کې آیا واحد نظر لري؟ عام اجرایه ریاست او عام افغان حکومت، لکه څرنګه چې وړاندې مې هم بس کې وویلې چې دوی حتی د موقت حکومت د اوازو په صورت کې خپل نظریات دوی وړاندې کول، مختلف لیدلوري دوی درلودل په دې برخه کې، عام اجرایه ریاست هم افغان حکومت. آیا د سولې د پروسې په برخه کې دوی واحد نظر لري؟ زه خاصل د ولس نماینده یم، د ولس په نمایندګۍ راغلی یم، نه د حکومت. خو حقیقت به سړی وایي، یعنې واقعا که دا موږ ووایو چې افغان حکومت
سولې لپاره یا اراده نه درلودله یا کوم هغه و، نو دا به له حق نه لږ لرې خبرې، ځکه تاسو وګورئ د سولې عالي شورا د هغه لپاره اوس یو وزارت ایجادونه، همیشه افغان حکومت خپلې دروازې خلاصې پرېښي وي، او د هغې یو مثال همدغه و چې دغه حکومت کې تاسو ولیدل چې حکمتیار صاحب راغی افغانستان ته، یعنې دا د دوی حسنیت ده، ملت په دې سترګې نه شي پټولی. او دې ته هم راځم چې په حکومت کې بعضې نیمګړتیاوې وي په تشکیلاتو کې، نه په اراده کې، تشکیلاتو کې وي، ځکه چې هغه څه وړ کسانو، ځکه سولې لپاره داسې یو څوک پکار دی چې یا یو جهد علما اوسېږي، یا یو قومي مشر د مرکو جرګو چې هغوی سره بحث ومباحثه وکړي، او یا متظرین هغه چې چا خپل اولادونه له لاسه ورکړي چې هغه تکلیف جانب مقابل ته وښیي. نو دا درې نو خلک وایي موږ به ډېر زر هدف ته رسېدلي وو، هغه به هم شوی وو، نو په هغه باندې همیشه موږ اعتراضات کړي وو، اوس هم هغه ده په هغې باندې کار روان ده، او انشاءالله تعالی هغه څه چې د ملت غوښتنې د هغې مطابقت کې به یو نوی ټیم جوړېږي چې هغه واقعا دغه ظرفیت ولري. د دې په څنګ باندې د سولې په مورد باندې موږ کوم داسې مخالفت نه لیدلې دواړو تر منځ، ځکه نه د حکومت او اجرایه ریاست همیشه دواړو دغه ویلي دي چې سولې لپاره به برنامه یوه وه. د موږ مشکل په سیاسیونو کې و، هغه سیاسیون چې د دې وحدت ملي چوکاټ نه یې خواته و، ټوله مسله هغوی نه پیدا سوله چې د حکومت هغه ارادې هم کمزورې کړلې، هغه کوم اعتماد چې حکومت غوښتل هدف ته ځان ورسېږي هغې ته هم صدمه ورسېدله، او دا ضربه دواړو جانبو ته سوله، اوس هغه د حکومت ته او سیاسیون په منځ کې پاتې سو، په مقابل کې ټول موقف بل چا واخیست چې اوس هم سیاسیون په پښېمانه دي، او هم حکومت دا وایي چې باید دا رقم ته نوی شوي. یعنې د موږ هیله دا ده نن هست یو افغان زه بیا هم غږ پرې کوم، هم په سیاسیونو هم په حکومت باندې، چې د صلح په مورد باندې باید یو نظر ولرو. شخصي اختلافات به وي د دولت په چوکاټ کې، تا څومره وزارت او د ما دومره معینیت، دا شیان شته، دا په افغانستان کې طبیعي متاسفاتې ده، خو د صلح په مورد باندې چې تر څو پورې موږ یو نظر ونه لرو، په دې کې چې څومره قوي سړی هم راسي، څومره پاکه اراده ولري، هغه هم هدف ته نشي رسېدلی. ځکه له مخکې لکه سالنګي صاحب چې اشاره ورته وکړله، موږ ته داخلي ستونزه، تر څو پورې چې موږ داخلي ستونزه حل نه کړو، موږ بهرنۍ ستونزه د سولې لپاره نه شو خلاصولی. داخلي ستونزه موږ ته څوک حل کړي؟ آیا موږ خپله کولای شو چې داخلي ستونزه موږ خپله مانی افغانان، افغانان چې تر څو پورې په خپله په ځان رحم ونه کړي، په خپلو اولادونو باندې، په خپل راتلونکي باندې رحم ونه کړي، دا سیاسیون تر څو پورې خارجان موږ لپاره نه دي. هغه د خارجان ګوري امریکا په خپل خبرې روانې کړې دي په دوحه کې ناسته. یعنې ما اکثره وخت دا ویلي چې تاسو وګورئ سیاسیون هغو ته وایي چې 6000 کیلومتره 10000 کیلومتره له موږ نه لرې دي، د خپلو اولادونو د حفاظت په خاطر باندې دوی په افغانستان کې د سولې خبرې روانې کړي، موږ په جنګ اور کې شامل یو، بیا هم ځان ته سیاسیون وایو، دغه خپل اور د کور نه سو مړ کولی. نو دا واقعا موږ ته د خجالت ځای ده، له ما نه یې واخله تر مشرتابه پورې چې څومره دي. هیله مې دا ده تر چې دوی د په ځان ته رحم وکړي، او دا حالات هم دغه رقم ته دي، لکه مخکې ورور اشاره وکړله، خدای دې وکړي اول دغه انتخابات په دې کې د حسنیت معلومیږي، ځکه دا د موږ یو لوی امتحان ده. که په دې کې موږ صبر نه کار واخیسته، ملي ګټې مد نظر ونیولې، او په یو ښه چوکاټ باندې سره راټول سو، نو موږ کولای شو چې سولې ته هم ځان ورسوو. چې موږ په خپل کور کې نه جوړېږو، نو سارا نه بیا څه ګیله وکړو، چې موږ په طالب نه څه ګیله کوو، بل نه به څه کوو، بل نه به یې کوو، اصلا ټول مشکل په موږ کې ده. تر څو پورې موږ خپل مشکل حل نه کړو، بل رقم نشي کېدلی. د دې حل لاره تاسو ښودله دا ده چې رئیس صاحب جمهور باندې موږ کوو، چې د رئیس جمهور د مملکت ته غږ په ټولو سیاسیونو کې د سولې په خاطر باندې یو ملي اجماع دا ځل راوغواړي. هغه سیاسیون چې شوق د دې خبرو لري، سفرونه کوي، همدغو سره کینو، ځکه چې موږ وایو مڼه دي له ولې دي، چې هر څوک د دې لپاره مفید تمامېدلی شي. هر رهبر مشورتي لویه جرګه، آیا دا خپله د حل لار نه وه چې دلته سیاسیون راتلل او برخه یې اخیسته؟ خو مشورتي لویه جرګې هم هغه د هم لیدو ولې نه، د هغې هم ډېره فایده وه. ولس وښودل چې افغانان جنګ نه غواړي، افغانان د سولې طرفدار دي، خو په هغې کې هم تاسو ولیدل چې بعضې سیاسیونو اشتراک ونه کړ. خیر که دوی ونه کړو، بیا مشرتابه ته خو دا پیښه ده، رئیس جمهور دې بیا یو افتکار وکړي، دغه د ملي اجماع په نامه دې دغه سیاسي مشران، د جهادي رهبران دا ټول راوغواړي، یو نظر د دوی موافق ولري، موږ کولای شو چې سولې ته او هدف ته ورسېږو. اوس مخالفین هم د موږ له بې اتفاقۍ نه دوی خپله سو استفاده کوي، هر څه چې مشکل دوی جوړوي د موږ غاړې ته راچي. نو د دې ملامتیا د خلاصولو په خاطر باندې یوازینۍ لاره د موږ ملي وحدت ده، چې تر څو پورې موږ یو ملي اجماع، یو ملي فکر د سولې په خاطر ونه لرو، همدا رقم ته نن دا کریډیټ امریکا اخلي، سبا به پاکستان اخلي، بله ورځ به ایران اخلي، بله ورځ به روسیه اخلي. یعنې هغه افغانان چې تاریخ د مرکو، د جرګو، د ملکونو فیصلې دوی کړې وي، اوس د خپل کور فیصله نه شي کولی. نو دغه د موږ داخلي مشکل ده.
دویم د امریکا یعنی یو دلیل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیره ونډه پاکستان ته ورکول کیږي، حتی تاسو اوس وکتل چې پاکستان ته ښاغلی خلیلزاد سفر کوي، همدارنګه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی طالب پلاوی هلته ځي سفر کوي. دویم پړاو خبرې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی ښیي چې له همدغه ځای څخه پیل شي. په ټوله کې پاکستان ته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر رول ورکول آیا زموږ د همدغه داخلي ستونزې نه دي؟ په دې کې شک نشته ده که چیرې موږ وحدت درلودلی هېڅ د موږ همسایه ته ضرورت نه اوسي، موږ په بل ځای کې کینو. سړی خپل کور ولري، خپل مهمانخانه ولري، نو د همسایه کور ته نه ورځي. خو همدغه بې اتفاقي وجه دي موږ داسې اوس موږ همسایهګانو ته هغوی ته زارۍ د سولې په خاطر باندې کوو. که چیرې وحدت منځته راغی د موږ سیاسینو په همدغه مورد باندې لاس ریو، که زه په دې متیقین یم چې طالب هم سولې ته تګی د هغه هم افغان بچی ده. یو هغه طالبان دي چې هغه خارجی لکه القاعده و هغه موږ تاسو په هیڅ صورت باندې جوړ نه راځي. د هغوی لپاره بېله لاره موږ لرو. یو دا داخلي افغانان دي، هغوی دغه عزت دغه موږ څنګه ناست یو خورې خو د هغوی هم خورې، همدغه رقم د هغه هم زړه در باندې دردېږي. خو دلته مشکل دغه ده چې هغه صفا خبرې ته موږ څوک نه سره پرېږدي چې مخامخ سره کینو او واقعیتونه سره ووایو. تر څو پورې چې واقعیت ونه وایې په دروغو باندې په افغانستان کې صلح نه راځي او ورور غلطونه باندې هم سوله موږ نه شو کولی. اوس مثال مې درکړې د حکمتیار خبره وه، خو بین الافغاني خبرو دی راوستي دغلته اوس نن په سیاست کې هم شامل ده. موږ تاسو دغه د کاندید هم ده که دغه رقم ته بین الافغاني ډایلاګ ته خبرې ته موقع مساعده سي، موږ په ډېر اسانۍ سره کولی شو د طالبانو سره کینو، خبرې ورسره وکړو او کېدای شي ډېر خواهشات هم کړي لکه مخکې تاسو ویلي ورونو ته. واقعا شته ده، هغوی کې هم دغه رقم ته افغانان شته ده، زړه یې په دې وطن دردېږي. هغوی هم دا غوښتنه لري چې په څه طریقې موږ سولې ته ورسېږو. لنډ مثال یې داسې، په تېر اختر کې تاسو هغه اوربند ولیده څومره دلته طالب او ملي اردو غېږې سره ورکړې وي. دا خو ورونه دي، دا وینه څوک نه شي سره جدا کولی. نو دې لپاره یو موقع ته ضرورت ده او موقع به په شي چې صرف د الله رضا په خاطر او د ملي ګټو په خاطر باندې که دغه نظر موږ سره ولرو انشاءالله تعالی موږ سولې ته رسېدی شو. مننه مایسم صاحب. تاسو سره ګرځم. دویم پړاو خبرې پیلېدونکې دي. ترامپ په ځلونو ویلې چې دا ځل به دویم پړاو خبرې نه پیلېږي، اما بیا هم اوس اوازې دي چې دویم پړاو خبرې به پیلېږي او د انس حقانی او حافظ رشید په تبادلې سره به دویم پړاو خبرې پیل شي. څومره افغان حکومت تر اوسه پورې د دویم پړاو خبرو په جزئیاتو کې د پیل په جزئیاتو باندې تاسو خبر یاست؟ تاسو آیا اطلاع درکړل شوې ده چې دغه دویم پړاو خبرې کوم ځای څخه او له کوم ځایه پیلېږي؟ ما فکر میکنم که در ارتباط با آغاز مذاکرات امریکا و طالبان در دور دو شاید پیش از وقت باشه که تبصره کنیم، اما موقف دولت افغانستان در ارتباط به همکاری همکاران بین المللی ما در پروسه صلح بسیار واضح و روشن است. ما بارها گفتیم که بحث افراطیت تنها متعلق به افغان ها نمیشه. افراطیت یک خطر فراگیر است که تمام کشورها را به مخاطره مواجه کرده. متاسفانه ما درست است که در خط مقدم نبرد قرار داریم. ما به نمایندگی کشورهای مختلف در افغانستان بر علیه افراطیت و گروه های تروریستی که منافع همگانی را میتونه به مخاطره مواجه کنه و مخاطره مواجه کرده میرزمیم، قربانی میتیم. اما بسیار واضح است که دولت و مردم افغانستان به تنهایی نمیتونه به این مبارزه به نتیجه برسه. ما زمان پروسه صلح به نتیجه واقعی میتونه منتج شود که تلاش های صادقانه در سطح همسایگی افغانستان، کشورهای منطقه و جهان در دستور کار قرار بگیره و سرعت بیشتر برش داده شود. ما شاهد تلاش ها و نشست های در پیوند به جنگ صلح افغانستان بودیم. ای به این معناست که هنوز تلاش ها کافی نبوده. ایجاب میکنه که تلاش ها افزایش پیدا کنه، بیشتر شوه. کشورهایی که به عنوان عقبه گروه های تروریستی متاسفانه هنوز عمل میکنه، اینا مورد فشار و مؤاخذه جهانی قرار بگیره تا اینکه ما شاهد موفقیت پروسه صلح باشیم. و پیروزی پروسه صلح نباید ما فراموش کنیم. پیروزی پروسه صلح افغانستان به معنای تامین منافع امنیتی همسایگان ما، کشورهای منطقه و جهان است. این به این معنا نیست که تنها منافع امنیتی افغانستان را تامین میکنه، بلکه این پیروزی میتونه که منافع امنیتی کشورهای مختلف را چه در دور و چه در نزدیک افغانستان تامین کنه.
تاسو ویل خالي مایسام چې دویم پړاو خبري لا د وخت دی چې موږ په خبري وکړو جزئیات ورکو. خغلی خلیزاد چې کله پاکستان ته سفر کوي او خغلی مولا عبدالغنی برادر د طالب پلاوی چې پاکستان ته سفر کوي، آیا افغان حکومت په دغه جریان کې و چې دوی سفرونه کړي دي او په کوم موضوعاتو باندې خبرې کوي؟ زه فکر کوم هغه طالبان چلته ګډون کړي وو، هغه پلاوی چلته تللی وو. خلیزاد صاحب باید په دې مسله باندې جزئیات ورکوي. زمون دریس د افغانستان د سولې پاړه واضح ده، د سیمه ایز تلاشونو او نړیوال تلاشونو، هغه زمون ګاونډۍ هیوادونو هغوی چې تلاشونه کوي د افغانستان سولې پروسې په اړه زمون موقف واضح ده. هغه تلاشونه چې صادقانه به وي صادقانه دي، هغه تلاشونه چې واقعي دي، هغه تلاشونه چې مرسته کوي چې د سولې پروسې په یو نتیجه کې ورسیږي، مونږ هغوی ته استقبال کوو. دا واضح خبره ده. ما مخکې اشاره وکړله دا تروریستي پدیده یوازې د افغانستان مربوط نه کیږي، دا یو عام او فراگیر تهدید دی. مونږ د جهان په استازیتوب کې جګړه کوو. مسله دا ده چې هغوی هم باید په خپل تلاشونه ډېر وکړي تر څو چې موږ وکولای شو په ټوله کې ویلی شي د ښاغلي خلیزاد د سفر په جریان کې افغان حکومت هم نه و. زه فکر کوم په جزئیات کې غواړي هغه باید هغه کسان چې هلته تللی وو هغوی باید جزئیات ورکوي. زموږ مهمه مسله د افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو دا ده چې هغه تلاشونه چې ترسره کیږي هغه په یو مثبته نتیجه ورسیږي. مثبته نتیجه دا ده چې اوربند شي، مثبته نتیجه دا ده چې اوس جګړه په افغانستان کې روانه ده، جګړه ودرېږي. مننه. دا غواړو هغه تلاشونه چې په دې مسله باندې مرسته کوي مونږ هغوی تلاشونه باندې په استقبال کوو. مننه مایسام صاحب. سالنګي صاحب، دې ته په کتو چې وړاندې مې ملمای صاحب څخه سوال وکړ چې بین الافغاني خبرې ته ټول د افغانستان خلک خوشبینه دي چې موږ کولی شو له وسله والو طالبانو سره مخامخ په لاخره کینو او خبرې اترې وکړو، اما وخت چې ګورو چې خغلی خلیزاد پاکستان ته سفر کوي، طالبان پاکستان ته سفر کوي، موږ په جریان کې نه یو، دا څومره ناهیلي رامنځته کولی شي چې موږ بین الافغاني خبرو ته حداقل زمینه برابره نه شي؟ یا هم که داسې ووایو چې په دویم پړاو کې د سولې خبرو کې موږ باید کوم ځای کې ووسو؟ افغان حکومت څه ډول باید هڅه وکړي چې حداقل د مذاکراتو په میز کې مخامخ خبرې له وسله والو طالبانو سره پیل کړي او درېمګړی هېواد امریکا اوسي، نه دویم کس یا مخامخ کس چې دوی ورسره خبرې پیل کړي؟ بله، خب چې دیره که دوستان صحبت کردن که خب ما حاضر بودیم، حاضر هستیم، حاضر خواهیم بود که صلح بکنیم با طالب ها، پیشرت هایم قبول نمیگذاریم برای مسئله. خب تمام از اینا متغیر به نام امریکا را نادیده گرفته. ببینید شما تصور بکنید که امریکا در افغانستان نباشه، امکانات و منابعی که برای دولت افغانستان میته، حمایت سیاسی و لوجستیکی و خلاصت اقتصادی که افغانستان از طرف امریکا میشه قطع شوه، واقعا ما باز هم یک دولت میتونیم باشیم؟ یک سوال بسیار کلان است که ما تا جایی که ما احساس میکنم بدبختانه جواب منفی است. واقعا ما نمیتونیم. حتی عرض کردم اگر می انتخاباتی که فعلا تحت مثلا بررسی از نتیجهش اگر میره امریکا به حال خود رها بکنه، به یک بحران بسیار بزرگ منتج میشه، به یک بحرانی که شاید به جنگ داخلی بیانجامه. خب درست است ما حاضر به صلح هستیم، ولی طبیعت انسانی است وقتی که منافعش در یک جای تقاضا بکنه، ولو که یک جمع کثیری از مردم هم بکشن خوی کارم میکنن. ولی یکی از وطندارام احتمالا رفته به خاطر مثلا یک چهار روپه پول گرفته پای برق زده. خب او آدم اگر منطق داشته باشه، فکر داشته باشه، با منافع همه گیر حساب بکنه، شاید کار انجام نده یا کسان دیگه در جای دیگه انجام بده. پس شخصی گرد تا ترجیح ورکنه. دقیقاً چون در یک جایی که اراده جمعی وجود نباشه، خب در اونجا همگی به دنبال منافع شخصی خود است. این واضح دیگه. خب جایی که ما احساس تعلق به این مملکت نداشته باشیم، یک نفر مثلا فکر نکنه که این مملکت از آن همگی ماست، خب طبیعتا وفاداری هم نیست به همه چیز مملکت. یعنی ارتیاده چه بدهی برخواه که ما قربانی هم بارکو؟ یعنی ما قربانی لازم نیست بتیم. یعنی ما چیزی را که به دست میاریم هیچ سرمایه مادی ضرورت نداره، انسجام سرمایه هیچ ضرورت نداره. امروزه نظر به نظریات عمده دانشمندان علم سیاست و رابط بین الملل، دولت قدرتمند است که انسجام داره، نه یک توپ و تانک داره.
توپ تانک شوروی هم داشت از بین رفت، توپ تانک امریکا هم داره، توپ تانک عربستان سعودی هم داره، ولی مثلا راکتای چی را دمشق گرفته نمیتونه روسیه را. سلا در تاریخ ثابت کرده و بزرگتر نمونیش همین اتحاد جماهیر شوروی است که از او که دیگه آهن و سلا قدرتمند استفاده نکرده بود ولی از بین رفت. انسجام مثلا کشور کوچک مانند سنگاپور یک دولت قدرتمند است، کشور کوچک مانند مثلا فرض بکنید لوکزامبورگ یک دولت قدرتمند است، هلند یک دولت قدرتمند است. چرا؟ چون انسجام داره. پاکستان یک دولت کاملا ضعیف است، اگر توپ تانک نمیشه از بین میره، اگر امریکا هم اتش نکنه از بین میره، مصالحات میشه نمیتونه جلوش بگیره. ما فاقد او هستیم و او خیلی راحت به دست میآید. یعنی ما باید یک سری کارهای بسیار ساده انجام بدیم که وحدت ملی ساخته شود. وحدت ملی با گفتن ساخته نمیشه. وقتی که همگی خود در قدرت شریک بدانند، سهیم بدانند، در منابع مملکت سهیم و شریک بدانند، در نام و در خاک و در آب و هوا و در تمام چیز مملکت خود سهیم بدانند، این انگیزه داده شوه که این مملکت از همه شماست، خب طبیعتاً همگی به خاطر این مملکت کار میکنند. در حالی که چنین چیزی نیست. اگر ما در خانه میرم برای ما یک چیز میگن، اگر شما برید یک چیز میگن، اگر یک چیز میگن. یعنی ما پروسه هایی هم که برای ملت سازی شروع شده، حالا به هر مثلا انگیزه ای بوده، اونها همگی متوقف شده. امروز هر کلو برخیال شده. ما خدمت شما عرض کنم که در دوران آقای کرزی خیلی فشار بر امریکا وارد میکرد، چون یک انسجام نسبی ظاهری وجود داشت. بالاخره امروز در حکومت وحدت ملی صحبت شما صحیح است، دقیق است. ریاست اجرایی با ریاست جمهوری در خصوص سول یک موضوع واحد ندارند. ریاست جمهوری تاکید بر انتخابات داشت، ریاست اجرایی میگفت که نمایندش آقای معصوم جان نشستن، میگفت که خب هر چه که شد امریکا هر چه که کردن. یعنی از موضوع سریه نبود، بالاخره رخوتشان در قبال مساله نشان میداد که بالاخره اینا گذاشتن که هر چه که پیش آمد خوش آمد. البته تصور ما چنین چیز است شاید اشتباه باشه. یعنی حتی ما در دو اتاقی که یک حکومت ساخته بر هیچ مسئله اینا با همدیگر همسو نبودن، چه برسه شما ببرین تمام دستگاه تمام نظام حساب بکنید، تمام تشکیلات حالا فرمودن سیاسیون حساب بکنید. خب سیاسیون چرا ناراض هستن؟ سیاسیون چرا دوست داشتن که هر بلای سر حکومت وحدت ملی میایه بیایه؟ به خاطر از اینکه بالاخره یک چیزایی را از دست داده بودن. یعنی اون انسجام وجود نداشت. انسجام بین اگر در یک خانواده هم انسجام وجود نداشته باشه، با وجود از اینکه پیوندهای عاطفی اونا را یک جای ساخته، از هم میپاشه. چه برسه که از ما پیوندهای عاطفی ما کمتر است. خب بالاخره اقوام مختلف هستیم در اینجا، حالا به زبانهای مختلف صحبت میکنیم، حتی مذاهب مثلا متفاوتی داریم. از این جهت یک انسجام بسیار کلان میطلبه که این حاجت به قربانی دادن نیست، صرف یک سرمایه گذاری ناچیز معنوی لازم داره. مادیا ما پول قرار نیست شعار نصب کنیم و مثلا بنر نصب کنیم یا مردم جمع بکنیم بگیم که یک دو سه چهار ایجاد شوه. اگر این کار فراهم شد، طبیعتاً نه آمریکا میتونه بر ما چیزی را تعمیل بکنه، نه پاکستان میتونه تعمیل بکنه، نه ایران، نه هیچ کسی. ببین وقتی ما شنیدیم که سفیر ایران رفته از مثلا انتخاب از کمیسیون انتخابات دیدن کرده، خب یک نفر نیست که آقا شما رو چه ربطی به کمیسیون انتخابات؟ یا سفیر آمریکا میره مثلا قرار کل تمام جا معاینه میکنه. شما وظیفه یک سفیر که ما شاگرد علم روابط بین المللی هستیم ایست که منافع مشروع کشور خودش در کشور دیگری که فرستاده میشه تامین کنه. هیچ غرض به مورات داخلی از کشور نداره، هیچ غرض نداره. ولی خب میبینیم که در پروسه‌ای که دیگه هیچ ربطی به البته حالا ثبات در افغانستان به بیرون ربط داره، خب طبیعیه، ولی به اون پیمانی که یک نفر از شفافیت دیدن بکنه و ما را بگه که شما این کارو بکنید شفاف باشه، پروسه این کارو نمیکنید، این واقعا برای ما ننگ است، عیب است. مثل اما که یک آدم دیگه بیا برای ما کارو بکنه. وړاندې تاسو ویلی چې چیرې د دغه ټاکنې امریکا مخته ټول نه کړی، دغه بحران امریکا مخته پایتونه رسوي، موږ نه شو کولای. ببینید همیشه که ما اگر آقای خلیلزاد بدون از اینکه دولت افغانستان در جریان قرار میته پاکستان سفر میکنه، با مقامات پاکستانی دیداری میکنه، اونجا عقد و قرار میبنده که ما باید فلان کار انجام بدیم، در قطر میره مثلا با طالب ها مذاکره میکنه و اونا صحبت میکنه، شرط و شرایط میگذاره، اونجا مثلا اعلان میکنن که ما فلان آدم میخوایم رها کنیم در بدل مثلا معاوضه فلان کس که حالا یک امتیاز برای طالب ها باشه، یک پیشکشی برای طالب ها باشه که اینا بیان مثلا مذاکره بکنن و ما هیچ خبر نداریم. خب این نشان میده که بالاخره اونا هم وضعیت ما را میفهمند و ما واقعا توانی نداریم، ما گزینه‌ای نداریم که در مقابل از اینا بیستیم، چون ما فعلا دامنگیر حل یک مشکلی هستیم که بالاخره هر کسی طرف خود را کش میکنه. وقتی ما مصروف چنین چیزی باشیم، طبیعتاً دیگرا باید تصمیم بگیرن برای خودشان، نه برای ما. از این خاطر وقتی که آمریکا برای صلح افغانستان تصمیم میگیره، برای آمریکا مهم نیست که چقدر مردم کشته شده بود، چقدر مردم احتمالاً کشته میشه، کدام گروه میره، چقدر مثلا این مردم سرمایه‌گذاری که بالای چیزایی کرده بودن که خون ریخت، خونشان ریخت، اونا از بین میره، اصلا با اینا توجه نداره. اگر
اینی امریکای فقط یک هدف در افغانستان دارن که میزان آسیب پذیریشان از افغانستان کاهش پیدا بکنه، به صفر تا برسه. اگر به صفر نرسید حداقل به اندازه‌ای برسه که کلیت حضورشان به خطر مواجه نشه. خب وقتی چنین کاری شود تصمیم کنا بگیرن، طبیعتاً او شاید برای ما یک ضرر باشه نه یک مثلا. احمد صاحب دیتا په کتو چې خغلی سالنګي هم ویلې چې امریکا خپلې ګټې په افغانستان کې ویني او غواړي چې خپلې ګټې په افغانستان کې خوندي کړي او هیڅ ډول زیان دوی ته ونه رسیږي. اوس د سولې د پروسې لپاره چې د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او امریکا یې پیلوي، کومې تېروتنې چې په تیر په نهو پړاوونو کې په قطر کې افغان حکومت په دغه برخه کې وکړه، یا هم دوی ته اجازه ورنه کړل شو چې په دغه برخه کې برلاسی واوسي، یا هم افغان حکومت خپله پاتې راغی، څه باید وکړي دا ځل چې وشي کولی حداقل مخامخ خبرې کېني وکړي او دغه پروسه په دویم پړاو کې یوې پایلې ته ورسیږي؟ یو وضاحت باید پکې وي چې امریکا د موږ استراتیجیک دوست ده، یعنی کوم مشکل شخصی موږ نه سره لرو، چې دین څو خلط تعبیرونه کوي چې دا رقم ته موږ هدف دا ده چې موږ افغانان په خپلو خبرو باندې ډېر ښه پوهېږو، باید افغانان هلته ورسره موجود وای، د موږ حکومت سره په مشورې سره دغه مسله دومره نه اوږدېدله، چې نه هم پړاو ته واخر بندېدلی، دا به په دوه درې ملاقاتونو کې انشاءالله تعالی یو هدف ته رسېدلی وه. اولین امریکا سره موږ دا خبره په خپلو حکومت کې مهیله دا ده چې سوله لکه مخکې ما وویل ستا د یو قوم لپاره، د یوې ژبې لپاره نه ده، دا د ټول ملت لپاره ده. دې کې باید هغه اشخاص په سولې په چوکاټ کې داخل شوي وای چې هغوی واقعا دې ته رسیدګي کولی شوی. تاسو ولیده چې یو سلو شل نفره یا دومره لیست دا هم چېرته جرګه شوې ده؟ یعنې دغه رقم ته خبرې د مملکت به ثباتي او بېاتفاقي ښیي، د دې معنی ورکوي. نوره مهیله دا ده چې راتلونکي سولې لپاره حکومت باید قوي لکه څنګه اراده ده له دې نه هم قوي تره کړي، او هغه چا ته موقع ورکړي چې هغوی واقعا یو خلکو سره په ژبه باندې پوه سي، جانب مقابل سره هغوی ته قناعت ورکړي او د بین الافغاني میز ته هغوی راکاږي چې کښېني انشاءالله تعالی دا مشکل حل کړي. وقت مدیر کم دیمه ایسا مفتر میکنم اگر قضاوتی باشه که هیچ هماهنگی بین دو اتاق ریاست اجرایی و ریاست جمهوری وجود نداشته، به نظر من یک قضاوت عادلانه نیست. در حوزه صلح مردم افغانستان شاهد بودند که ما یک برنامه جامع مشترک ارائه کردیم، انعطاف لازم در برنامه وجود داشت، بعضن که لازم بوده هیئت مشترک تشکیل شد. افغانستان خلق نتیجه هیئت مشترک، هیئت مشترک بله ما عرض کردم که موقف سختگیرانه طالبان منجر به تداوم خشونت در افغانستان شد، اما هماهنگی در حوزه رسیدن به صلح و ثبات از راه مذاکره و گفتگو در سطح دولت افغانستان وجود داشت. کور موعدن دیر من نکو دیر قدرمون لیدون کو صلح هم پام دیزای پایترسی گیلمتیامونه.